خب اول از همه ما موتور رو در این محل مورد نظر پارک میکنیم چون اجازه نداریم که موتور یا دوچرخه رو هر جایی که دلمون میخواد پارک کنیم، باید جاهایی که تعبیه شده توسط شهرداری اونجا بخوایم پارک بکنیم. ماشینا هم همینطور میبینید که تو پارکینگ، اگه تو خیابون اصلی پارک بکنن میان و اشتراف یعنی جریمه میشن. ببخشید، اینم بازار ترکاس که ما بهش میگیم، از اینجا شروع میشه. اینا سمساری قسمت که چیزهای بسیار قدیمی رو برمیدارن اونجا میذارن. خیلی جالبه، اونا که احتیاج دارن به اون چیزهای قدیمی میان. الان یه آقای اومده داره شیر آب میگیره و این هم این چیزهایی که برای فروش اتوهای قدیمی. چه جالب، هر چیزی که میخواین تو این سمساری ها پیدا میشه. واو، کتاب های قدیمی، نسخ قدیمی، اینا دیگه زیر خاکیه. جالبه. البته خود اروپایی ها نمیان اینجا خرید بکنن، اینو بیشتر کشورهای اروپای شرقی مثل بلغارستان و رومانی و سرب و مقدونیه و اینا که میان اینجا مثلا کار بکنن، روزا میان کار میکنن، آخر هفته ها میکنن برگردن برن خونه. این چیزای ارزون پرزون از اینجا میخرن، چون واقعا وضعیت اقتصادی تو کشورهای اروپای شرقی بسیار بده. خب این یه قسمت دیگه یه بازاره که میوه های مختلف و با قیمت های مختلف داره. اینجا هندونه ها رو نگاه کنید، به صورت قاچ قاچ میفروشن. این که مثلا بخواین حالا یه هندونه رو درسته بگیرید و ببرید خونه، خب زیاده، اسراف میشه. به خاطر همین اینها به صورت هندونه ها رو به صورت قاچ میفروشن. اینا میوه های تازه. البته امروز اوائل هفته حساب میشه، زیاد شلوغ شلوغ نیست. اینجا شنبه ها خیلی شلوغ میشه. این هم یه نونوایی لواشیه که مال افغان ها. سلام برادر، خسته نباشی، خدا قوت. خب بریم این قسمت. بله، این قسمت هم قسمت میوه فروشی هاست. این برم کلیپ و فروشی ساعت و کلاه و عینک و کیف زنونه و همه چیز دارن. من امروز اومدم که گوشت بخرم. جای شما خالی با بیشگاه درست کنم و به خاطر همین همیشه میام از بازار ترک ها خرید میکنم. هم قیمتاش خوبه، هم این که گوشت تازه است. یه کیلو گوشت میخوام ببینم چجوریه. مروا آبی بو بی کیلو کاش برامون کیلو بشور. تمام بی کیلوشونو بردیمون. این بچه ها چون ترکن، من دیگه باشون آلمانی صحبت نمی کنم، ترکی صحبت می کنم. من به هر حال یه یکی دو سالی هم تو ترکیه بودم، به خاطر همین خوشم میاد با این بچه ها ترکی صحبت بکنم. باشه که میشه لازم آبی؟ یو، بو بی کیلو مون. بی کیلو آب، بی کیلو. تمام، تشکر یادم. خب بذارید من حساب بکنم. بولش رو حساب بکنم و بریم برای جای دیگه.
Buyurun abi. این قسمت رو کلن مرغ داره، این قسمت رو کلن گوشت داره، مرغاش هم این قسمت که اون من میرم، این قسمت مال بچه های افغانستانه که من میرم از اون بر اونا بخرم. تشکر دارم. اینجا هم همینطور که دارید میبینید مرغ داره. سلام برادر، خسته نباشی برادر، یه زحمت میکشی یک کیلو مرغ به ما بدی. اینا مرغ شین سلیشه، اینم رون مرغه، اون برم بال مرغ داره و در نهایت ما آخر خود مرغ رو داره. میخواید سر شلوغی برن یه ذره دیرتر بیان؟ الان یک کیلو رون مرغ بده. بشت حسابی زندگی در جریانه، مردم اونطوری که دلشون میخواد میان، هر چیزی که دلشون میخواد خرید میکنن. جنس هایی که دارن جنس هایی بسیار خوبیه. گیلاس هاشو نگاه بکنم چرا درشت و خوبه. زردالوهاشون و غذاهای دیگرشون و چیزهای دیگرشون، میوه‌های دیگرشون. ما منتظریم که کار ما رو راه بندازن، بعد بریم ببینیم دیگه چه چیزهای دیگه ای میخواییم بگیریم. واو آقا اینجا هم کله پاچه دارن، هم جگر دارن، هم کله پاچه دارن. چون ترک ها هم اینجور چیزها رو خیلی دوست دارن میخورن. حتی اینا همه میگم اینجا مشتریاشون بیشتر ترک و ایرانی و عرب هستن، به خاطر همینه که خرید زیاد میکنن و اینجور چیزها رو زیاد میارن. بعد از ایشون نوبت ماست. الهی شد شما افغان هستید؟ یک کیلو این گوشت به ما بده، یک کیلو رون مرغ. خب شد 50 و چند؟ وقتی اینجا میای همه یا ترکی صحبت میکنن یا افغانی یا حالا فارسی صحبت میکنن، آدم احساس میکنه که مملکت خودشه و خیلی هم به آدم خوش میکنه. 5 کیلو بابا 400 گرم داشته بود. امیشم بوی خودم. برادر بوی چرا میداشت؟ سایکو از امی گوش زدم برادر. نه این که بوی بود واپس بیار بسه دبل میتر همین دی 20 داری 40 میتر مره شما. این برای منه؟ یه عزیزتا یک دقیقه برد باش باش. خب خرید ما اینجا خیلی طول کشید چون این بندهای خدا سرشون شلوغه و داره همین
من باید صبر بکنم تا نوبت من یک کیلو اینو به ما بده. یک کیلو چهار ایرو، پنج کیلو ده ایرو. آخه من یه نفر آدمم، پنج کیلو رو چیکار بکنم؟ یک کیلو بس. خواد دو کیلو بده. دو کیلو بر تو پنج ایرو بده. خدا حفظت بکنه انشاءالله. دست شما درد نکنه. چقدر جالب، میگه یک کیلو بگیری میشه چهار یورو. یک کیلو بگیری میشه چهار یورو. دو کیلوش پنج میشه. ده کیلو میشه چقدر؟ پنج کیلوش ده یورو. آه پنج کیلو ده یورو، چقدر جالب. این خدمت شما پنج یورو. خدا شما رو حفظ بکنه انشالله. مرسی، خدا نگهدار. اینجا یه قانونی که هست، شما هر چقدر جنس رو بخواید زیادتر بخرید قیمتش ارزونتر میافته. بریم بالاتر ببینیم چه خبره. ما هم یه نفر آدمیم، خب نمیتونیم زیاد چیز بخریم که. حالا این گوشت و این مرغی که من گرفتم فکر کنم حداقل دیگه 10-15 روزی دستمون بیاد. آها میخواستم برم نون لواش عربی بگیرم، ببینم اون بر بود یا نه. میوه و اینا رو جای شما خالی. دیروز رفتم تو همین اشبارای بزرگ خریدم تو بیلا. این نونه هاییه کجا بود؟ چرا گمش کردم من؟ بکنم این بر باشه. بله اینجا من هر وقت میام یه چند تا از این لواش های بسته‌بندی میگیرم میذارم تو فریزر، راحت برای من یک هفته میمونه. منظورم این لواش هاست. بسته‌بندی های خوبی داره، تقریبا هم به درد ماها میخوره. من چهار بسته میگیرم و برای من یه هفته ایم میخوازیم. صاحب مغازه نیست. اینا عرب هم بتونن دم ظهر هم باشه میرن نماز، که الان هم دم ظهر نیست، ساعت هم گذشته از ظهر. باید وایستیم تا بیاد. بله آمد. این مغازه عربی هم خیلی جالبه، مثل خاربار فروشی آقای شهرام کاظمی و آقای فرخ گیایی در جمعه بازار. یادشون بخیر، سلام عرض میکنم از همینجا بهشون. وارد این خاربار فروشی ها من میشم یاد اونا میفتم. سلام علیکم، صداش بزنم که بیاد دیگه. به اینجا آلبالو خشک داره، پسته داره. اینا البته پستایی که فکر کنم برای شیرین جات و اینا استفاده بشه میشه. مغز گردو داره، بادون داره، کشمش داره. سلام علیکم. سلام علیکم. یه حالی یه بزر بیرم کم واحد؟ یا سه دو یورو. تشکر. Na, 2 Siebzig, das 4 Stück. Kein Problem. Bitte. Tschüss, Habibi. Danke. Ja, Habibik. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Salam alaikum. Salam alaikum. اینجا خلاصه ما چند وقت با اینا بودیم. خلاصه اینجوری چی میگن؟ دره هم همه جوره صحبت میکنیم باشون. خوبه. این هم میوه هاشه، این همی. خب من خرید امروزم رو تقریبا کردم، چون میوه و اینا رو دیروز خریدم از بیلا و امروز دنبال گوشت و مرغ و نون بودم که آمدم گرفتم. حالا میریم سمت
موتور خودمون و از اونجا دیگه حرکت میکنیم میریم سمت خونه. اینم یک روز از روز خرید ما از بازارهای محلی بود. آها اینم بهتون بگم، من همون جایی که الان رفتم به نون لواش خریدم، جالبه که همونجا سبزی قرمه رو من از همونجا میگیرم، یعنی اون با اون مغازه عرب است که سبزی قرمه و اینجور چیزا هم میاره. امیدوارم که از گزارش امروز من راضی شده باشید. من دیگه بعد اینجا قطع بکنم چون میخوام اینا رو پشت این موتور ببندم و برم سمت خونه. شیمی جانر بی میرم، مراقب خودتون باشید و امیدوارم که لحظات خوبی رو برای شما فراهم کرده باشم. پس تا درودی دیگر، بدرود.